دوباره خوش آمدید عزیزان و یک سلام مجدد خدمت شما خوبان که تازه برنامه پیوستین. برنامه اناتومی هست و بحث ما هم در رابطه به عضلات ناحیه ران هست که دو کمپارتمان چه برتان معرفی کردیم، کمپارتمان قدامی یا پیشروی شه و کمپارتمان داخلی یا میدیال شه برتان معرفی کردیم که کدام عضلات در اون ناحیه نقش داشت و کدام کارها را اجرا میکرد و فعلا هم در رابطه به کمپارتمان خلفی یا پشت سر هست که در ناحیه پشت سر ران یا ناحیه پستیدیور خود ران کدام عضلات نقش داره. خب از جمله سه عضله در اون ناحیه نقش داره که عبارت از بایسپس فیموریز هستن یا عضله دو سر رانی هست که دو تا سر داره، یک سر دراز و یک سر کوتاه می باشه و همچنان سیمی تندونیوس و سیمی ممبرانوس می باشه، یعنی نیمه تندونی و نیمه البته غشایی یا پردهی می باشه که در اون ناحیه قرار داره و کارهای مختلف را اجرا می کنن. خب اگر در مدل باشه، خود در مدل برتون و معرفی میگیرم، میبینین اینی قسمت دوستای عزیز این ناحیه پشت سر ران هست، عضلاتی که قرار داره از جمله عضلات گلوتیوس میباشه که در ناحیه گلوتیال قرار داره، عبارت از گلوتیوس مکزیموس میباشه، ایره که برداریم گلوتیوس میدیوس و گلوتیوس منیموس میباشه و همچنان انترمیدیوس و منیموس میباشه که قرار داره در این ناحیه سه تا عضله هست و در این ناحیه پشت سر ران یا کمپارتمان خلفی ران عضلات که قرار داره عبارت از بایسپس فموریس می باشن که در این ناحیه قرار داره، دیگه عضله سیمی تندونیوس می باشه، سیمی ممبرانوس می باشه که در این قسمت قرار دارن و ای که این عضلات از کجا منشأ می گیرن و به کجا خاتمه پیدا می کنن، کدام کار انجام می کنن برتان میگم. خب بایسپس فموریس یا عضله دو سر رانی می باشه که میبینین در این ناحیه قرار داره، البته در تصویر برتان بهتر خواهد دیده شد از این مدل کرده چون مدل تقریبا یکسان هست و درست شما هم به این نتیجه نمیرسین که درک کنین که چگونه قرار دارن. خب در کتاب برتان نشان میتم عضله خود بایسپس فیموریس یا عضله دو سر رانی که است، این یک سر دراز داره و یک سر کوتاه داره، میبینین اینی قسمت ها به نام اینی عضله بایسپس فیموریس هست که در این قسمت قرار داره و این لانگ هیدش است یا سر درازش هست که قرار داره و این سر درازش خودش از بخش پایینی خود از بخش پایینی و داخلی خود ناحیه بالایی برجستگی ایشیوم منشأ میگیره. میبینید این قسمت از میشیوم هست، از این قسمت منشأ میگیره و میایه تا به قسمت، البته سر کوتاهش باز از لبه خارجی لاینا آسپرا منشأ میگیره. این قسمت هست که شارت هیدش اگر اینجا نوشته باشه، خب خیر دیگه تصویر نداریم، سر نه سر کوتاهش این شارت هیدش هست که میبینین از قسمت گفتیم که از لبه خارجی لاین آسپرا منشأ میگیره و لانگ هیدش که است از قسمت بخش پایینی داخلی خود ناحیه بالایی برجستگی ایشوم منشأ میگیره و میایه به طرف سر فیبولا میایه. تا خود سر فیبولا را میبینین که از این قسمت تندونش ادامه پیدا کرده و خاتمه یافته و توسط شاخه های از عصب سیاتیک هست که عبارت از L5, S1 و S2 میباشه تصیب میشه و همچنان کارشام خم کردن ساق در مفصل زانو، باز کردن و چرخش به طرف خارج ران هست در مفصل هیپ میباشه که این کارها را اجرا میکنه و همچنان دو عضله دیگری که در ناحیه کمپارتمنت خلفی یا پشت سر ران قرار دارن عبارت از سیم تندونیوس و سیم ممبرانوس می باشن که عضله سیم تندونیوس که هست میبینین اینی عضله سیم تندونیوس هست در این ناحیه قرار داره و اینی هم عضله سیم تندونیوس که هست، این عضله از بخش پایینی داخلی ناحیه بالایی ایشیال سپاین شروع میشه از این قسمت و تا به قسمت سطح داخلی انتهای فوقانی یا بالایی تیبیا را ادامه پیدا میکنه. میبینین تا این قسمت جهزم تیبیا هست یا استخوان تیبیا هست ادامه پیدا میکنه، توسط شاخه های از عصب سیاتیک L5 سیاک و S2 تصیب میشه و کارش هم که هست خم کردن ساق در مفصل زانو می باشه، باز کردن ران در مفصل هیپ و چرخش به داخل ران در مفصل هیپ می باشه که کار را اجرا می کنه و این عضله دیگر هم که می بینین به نام سیمی ممبرانوس می باشه که سیمی ممبرانوس یا نیمه غشایی هست که این از ناحیه‌ای که در سطح بالایی برجستگی ایشیال وجود داره شروع شده، البته از این قسمت و
در تحت از این عضله سمیتوتنیوس قرار داره و تا به قسمت خود شیاره که روی سطح داخلی و خلفی کاندایل داخلی تیبیا قرار داره. میبینین که ادامه پیدا کرده تا این قسمت میدل کاندایل تیبیا هست و توسط عصب سیاتیک که L5 C1 و S2 میباشه تصیب میشه و همچنان کارش هم مثل عضله سمیتوتنیوس میباشه که کارش هم قسمت هست و هم کار اجرا میکنه. خب در مدل اگر تو نشان بتون میبینین در این قسمت هست، اینی عضله میبینین لانگ هید خود میبینین که بایسپس فموریس هست، لانگ هید و شارت هیدش هست در این قسمت و همچنان خود سمیتوتنیوس و سیمی ممبرانوس میباشه که در این ناحیه قرار داره. عضلات هست که در ناحیه کمپارتمان خلفی ران قرار دارن. خب عضلات ناحیه ران امید است که البته فهمیده باشین و درک کرده باشین کدام عضلات در ناحیه انتریور، در ناحیه میدیال و همچنان در ناحیه پاستریور قرار داشت که برتان به معرفی گرفتم. خب حالا میرسیم به قسمت ساق هست که در قسمت ساق هم سه کمپارتمان وجود داره. عضلات به سه کمپارتمان تقسیم شدن، کمپارتمان قدامی هست، انتریور هست، کمپارتمان لترال هست یا جانبی هست و کمپارتمان خلفی یا پاستریور می باشه که در پشت سر قرار دارن. این که کدام عضلات در این ناحیه قرار دارن برتان معرفی میکنیم و اگر وقت باقی نشد ان شاء الله در برنامه آینده و خیر برتان به معرفی میگیریم. خب عضلاتی که البته از کمپارتمان خلفی شروع میکنیم که در کمپارتمان خلفی ران که هست دو گروپ عضلات قرار داره، یک گروپ عضلات سطحی است و یک گروپ عضلات عمیقه هست که وجود داره. البته در تحت از این عضلات که وقتی عضلات برداریم عضلات دیگر وجود دارن. خب عضلاتی که در کمپارتمان خلفی ران قرار داره، این دو عضله را که شما میبینین به نام گاستریک نیموس مسالیات میشه یا عضلات گاستریک نیموس هست که یک سر داخلی داره و یک سر خارجی داره. این خودش از کجا شروع میشه؟ سر داخلیش از سطح خلفی خود انتهای پایینی فیمور در بالای کاندایل داخلی شروع میشه، از این قسمت که اونجا البته فیمور هست شروع میشه تا به البته سطح خارجیش، باز سر خارجیش از سر خارجیش باز از سطح خلفی یا پشت سر خارجی خود کاندایل خارجی فیمور شروع میشه. دو تا سر هست میبینین، یک سر داخلی هست و یک سر خارجی هست که اینا از قسمت‌های مختلف شروع میشن و از طریق کالکانیال میبینین که کالکانیال تندون هست که به سطح خلفی یا سطح پشت سر کالکانوس هست که این قسمت سخان کالکانوس بود، از این قسمت قرار دارن، وصل میشن و توسط شاخه های از تیبیال نرف یا عصب تیبیا هست که S1 و S2 میباشه تصیب میشن و عمل رم که اجرا میکنن عبارت از پلانتر فلکشن هست یا وقتی که ما میکف پاره به طرف داخل حرکت میتیم این پلانتر فلکشن میشه و خم کردن زانو میباشه. وظیفه خود عضلات گاستریک نیموس هست که میبینه اینی عضله هست به اون ناحیه قرار داشت و شما هم شناختین توسط کدام عصب تصیب میشد. خب عضله بعدی قرار داره به نام پلانتریس یاد میشه، البته در تحت ازی است که عضله پلانتریس هست در این ناحیه قرار داره و خود عضله پلانتریس از بخش پایینی خود خط لترال سوپرا کاندایل فیمور و همچنان لیگامنت پوپلیتیال که در این قسمت قرار داره منشأ میگیره و تا قسمت ادامه پیدا میکنه و انتهایش هم مثل عضله گاستریک نیموس هست که گفتم از طریق کالکانیال، البته میای از طریق کالکانیال تندون به کالکانوس وصل میشه و توسط شاخه های از تیبیال نرو سیک اس دو تصیب میشه و همچنان وظیفش هم مثل گاستریک نیموس میباشه که پلانتر فلکشن و خم کردن زانو میباشه. خب عضله بعدی که قرار داره به نام سولیوس مسل میباشه یا عضله سولیوس هست که ای در این ناحیه قرار داره و ای خود عضله سولیوس که هست ای مبدأش که هست از خط خود سولیال لاین و همچنان لبه داخلی تیبیا که در قسمت عظم تیبیا هست، از لبه داخلی تیبیا و همچنان سوریال لاین و سطح البته خلفی خود سر و گردن فیبولا
که میایه بالای تنه فیبولا وصل میشه و قوس تندونی بین اتصال تیبیا و فیبولا را میسازه، اونجا انتهایش پیدا میکنه، توسط انتهایش هم مثل گستروکینیموس میباشه، توسط عصبه های تیبیا S1-S2 تصیب میشه و همچنان عمل را که اجرا میکنه هم پلانتر فلکشن میباشه و این عضلات گروپ سطحی ناحیه کمپارتمان خلفی ساق بود که براتون معرفی کردیم. خب دوستای عزیز، عضلات شناختین که در ناحیه کمپارتمان خلفی یا پشت سر رم قرار داشت، گروپ سطحیش بود، انشالله عضلات دیگری که در گروپ عمیقش قرار داره و همچنان کمپارتمان دیگر، دو کمپارتمان دیگر قرار داره، در برنامه آینده بخیر براتون معرفی میکنیم و فعلا هم میریم یک میان برنامه کوتاه، دوباره برمیگردیم. با باشید.